محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که دست خالی از فرانسه راهی آسیای شرقی شد، پس از پکن به توکیو رفت و با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد. او نتیجه گفتگو با مقامات چینی و ژاپنی را طبق معمول سازنده توصیف کرد و مدعی شد کاهش تنش در خلیج فارس و حفظ منافع برجام برای مردم ایران اهداف او در این سفر است. مقصد بعدی ظریف مالزی است. وی در نقش بازاریاب تلاش می کند تا کشورهای آسیای شرقی را راضی کند نفت و گاز بیشتری از ایران خریداری کنند. با این همه آنچه در فرانسه در جریان سفر ناگهانی ظریف به محل برگزاری نشست گروه هفت گذشت، به عنوان شوکی که بر تیم ظریف و دولت روحانی وارد شد، تصویری از وخیم شدن شرایط نظام را به نمایش می‌گذارد. کمتر از 24 ساعت پس از آنکه روحانی در یک سخنرانی گفت حاضرم برای مردم با هر شخصی دیدار کنم و ظریف نیز برای دومین بار راهی فرانسه شد، به یک بار ورق برگشت و او روز سه‌شنبه گفت دنبال عکس یادگاری با کسی نیستم و آمریکا قبل از مذاکره باید توبه کند و تمام تحریم‌ها برداشته شود. این در حالی است که ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست گروه هفت گفت آماده دیدار با روحانی است و در حاشیه این نشست نیز مانند همیشه تکرار کرد به دنبال تغییر رژیم نیست. اما واقعیت این است که ترامپ حاضر نشد با ظریف دیدار کند و گرچه لحن او ظاهراً نرمتر شد اما از شروط خود عقب نشینی نکرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت با وجود تلاش رهبران اروپایی در نشست گروه هفت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حاضر به پذیرش تمدید معافیت نفتی برای مشتریان نیز نشده است. رئیس جمهوری آمریکا هر گونه ارفاق و اغماز را به شرط یک توافق جدید مبتنی بر کنار گذاشتن ماجراجویی‌های موشکی و یاغیگری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌داند و تا کنون زیر بار مطالبات رژیم و میانجیگرانش نرفته است. در همین ارتباط جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که به اوکراین سفر کرده روز سه‌شنبه گفت خواست ترامپ برای گفتگو با روحانی درباره برجام به معنای نرم شدن سیاست قاطع آمریکا علیه رژیم ایران نیست. بولتون سه‌شنبه 27 اوت 5 شهریور به رادیو اروپای آزاد گفت ترامپ مدت هاست که به روشنی گفته آماده دیدار با هر کسی که قابل مذاکره باشد است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید به نقل از رئیس جمهوری آمریکا برای چندمین بار تکرار کرد برجام بدترین توافق در تاریخ دیپلماسی آمریکاست و تأکید کرد این دیدگاه ترامپ از نظر من با واقعیات همخوانی دارد و او قرار نیست دوباره همان اشتباه باراک اوباما را انجام دهد. وی در ادامه میگوید توافقی که در آن رژیم ایران یک سری مزایای اقتصادی ملموس دریافت کند صرفاً برای اینکه کارهایی انجام ندهد که اساساً نباید انجام بدهد پیشاپیش شکست خورده است، ولی اگر یک توافق جامع در میان باشد البته که تحریم ها لغو می شود. بولتون دوشنبه نیز از جامعه جهانی خواسته بود که برای متوقف کردن رژیم ایران در زمینه تأمین مالی تروریسم، بی‌ثبات کردن جهان و نقض تحریم‌های بین‌المللی همه متحد شویم. او نسبت به هر گونه معامله برای خرید محموله نفتکش سرگردان آدریان یک یا گریس یک در مدیترانه هشدار داد و گفت نفت قاچاقی که این نفتکش حمل می‌کند نباید در بندری یا در دریا تخلیه شود. وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه رسیدن به یک توافق را مشروط به پذیرش شرایط آمریکا توسط حکومت ایران دانست و گفت آنها باید مانند یک کشور عادی رفتار کنند. مایک پومپئو گفت ما چند هدف ساده را در مورد ایران دنبال می‌کنیم،
اول اینکه بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان دیگر دست به ترور نزند. دیگر اینکه نمی‌خواهیم به سلاح هسته‌ای دست یابند. ما فشار زیادی اعمال کردیم تا ایرانیان قادر شوند رهبرانشان را به تغییر رفتار وادار کنند. وقتی چنین شد، یک درک مقابل برای رسیدن به یک توافق وجود خواهد داشت. روزنامه کیهان، چاپ تهران، که در مطبوعات داخلی تریبون اصلی حلقه‌های نزدیک به مرکز قدرت است، چهارشنبه ششم شهریور در گزارشی با عنوان توهین ترامپ و مکرون نتیجه دیپلماسی انفعال، سفر ظریف به فرانسه را نابجا دانست و نوشته بدون شک مصداق دیپلماسی التماس است. در بخشی از این گزارش آمده دشمن هیچگاه از مکر و حیله دست بر نمی دارد. یک روز با تهدید و لافزنی درباره حمله نظامی و روز دیگر با تطمیع و پیشنهاد فریبکارانه مذاکره، اما رمز پیروزی بر شیطان بزرگ و شیطانک ها مقاومت است. به عبارت دیگر مقاومت اراده شیطان را می شکند. این در حالی است که اصلاح طلبان حکومت را برای گفتگو با دولت ترامپ زیر فشار گذاشته اند. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید حتما اگر موضع اقتدار، مصلحت، حکمت و تدبیر باشد مذاکره اشکالی ندارد. آقای روحانی کاملا در جهت اطاعت از فرامین رهبری حرکت می کند و اگر قرار باشد مذاکره ای صورت گیرد، حتما قبل از آن در سطوح عالی و در شورای عالی امنیت ملی با هماهنگی رهبر این موضوع انجام می شود. گرچه حزب اللهی ها و دلواپسان به سفر ظریف به فرانسه انتقاد می کنند، اما بدیهی است که تصمیم نهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را علی خامنه ای تحت مشورت یا فشار شماری از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می گیرد. در همین زمینه مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل بین المللی، در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت در خصوص احتمال دیدار مستقیم رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا باید تصریح کرد این پالس مثبت مطمئناً با هماهنگی کل حاکمیت و در چارچوب سیاست‌های کلان نظام است، نه فقط در مورد رئیس جمهور بلکه در مورد اقدامات محمد جواد ظریف نیز این هماهنگی وجود دارد. این امکان ابداً مطرح نیست که سفر دوباره وزیر خارجه به فرانسه بدون هماهنگی اتفاق افتاده باشد و تمامی موارد در سیاست خارجی کشور برآمده از سیاست‌های کلی نظام است. بنابر این شواهد، با وجود تناقضاتی که در ادعاهای اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود دارد که هر کدام از قرار معلوم موظف هستند بخشی از بدنه و طرفداران ناامید نظام را با این سخنان تغذیه کنند، این فقط ظریف نیست که به التماس افتاده، بلکه کل نظام در شرایطی قرار گرفته که با تظاهر به اقتدار به عجز و لابه از آمریکایی ها افتاده اند. مسلم است که ظریف سر خود یا آتش به اختیار راهی فرانسه نشده و از علی خامنه ای مجوز داشته، ولی حالا که تیرها به سنگ خورده یقه ظریف را گرفته اند و می خواهند کاسه و کوزه ها را سر او بشکنند. اگر ظریف با پاسخهای دیگر برمی گشت، امثال کیهان تهران نیز مانند گذشته به ستایش سردار دیپلماسی می پرداختند. دیگر راز سرپوشیده ای نیست که وزیر خارجه جمهوری اسلامی مانند دولت و دیگر نهادهای به اصطلاح انتخابی فقط یک تدارکاتچی و صرفاً مجری دستورات خامنه ای است. به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا به او لقب مالکش اعظم داده است.